یه چیزی ارزش این نداره که آدم بخواد این آدم از سرش برداره تا بخواد به اون زندگی کنه، حتی اگه قرار تو دنیا رو بشه. روز 27 مهر سال 1399 زن جوانی با جیغ و فریاد در طبقه سوم ساختمانی در خیابان شهید مدنی تهران از همسایه‌ها درخواست کمک کرد. همسایه‌ها وقتی وارد خانه او شدند با شوهر فرزانه که غرق خون روی زمین افتاده بود روبرو شدند. در ادامه ماموران پلیس و تیم امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند. مرد جوان که از ناحیه گردن هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل شد و ماموران تحقیقات خود را از فرزانه آغاز کردند. زن جوان در تحقیقات ابتدایی به ماموران گفت: همسرم خواب بود و من برای خرید از خانه خارج شده بودم. وقتی به خانه برگشتم با شوهرم که غرق خون روی زمین افتاده بود روبرو شدم. وقتی از او پرسیدم چه کسی تو را زخمی کرده، او به من فحاشی کرد. من در زمان خارج شدن از خانه و بازگشتن هیچ کسی را ندیدم و نمیدانم چه کسی دست به این کار زده، چون من و شوهرم هیچ مشکلی با هم نداشتیم و زندگی آرامی داشتیم. این ادعا در حالی بود که ماموران در تحقیقات میدانی پی بردند که فرزانه و شوهرش با هم اختلاف داشتند و همسایه‌ها بارها صدای درگیری آنها را شنیدند. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه پس از 2 روز مرد جوان روی تخت بیمارستان فوت کرد و بازپرس پرونده با توجه به اظهارات دروغ فرزانه دستور بازداشت وی را صادر کرد. فرزانه در اختیار ماموران اداره پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. فرزانه که در تناقض‌گویی‌هایش گرفتار شده بود ادعا کرد که من هیچ دروغی نگفتم. روز حادثه من داخل اتاق بودم و شوهرم جلوی تلویزیون خوابیده بود که صدای شوهرم را شنیدم و وقتی از اتاق بیرون آمدم همسرم را غرق خون روی زمین دیدم. وقتی از او پرسیدم چه کسی به تو حمله کرده، اسم نیما را آورد. نیما خواستگار قدیمی هم است که به خاطر مخالفت‌های خانواده با هم ازدواج نکردیم، تا اینکه چندی قبل نیما با من تماس گرفت و با او در مورد زندگیم درد دل کردم که فکر میکنم او تحت تاثیر حرفهایم قرار گرفته و بدون اینکه به من حرفی بزند دست به قتل شوهرم زده است. همه کافی بود تا ماموران با اقدامات فنی خانه نیما را در شهر مشهد شناسایی کنند و در یک عملیات ضربتی پسر جوان را در 12 آبان ماه دستگیر کنند. در همان ابتدا او به قتل شوهر زن مورد علاقه‌اش اعتراف کرد. او میگوید 4 سال قبل برای دوران آموزش نرم افزار به سبزوار رفته بودم که فرزانه را با یکی از دوستانش دیدم و شماره موبایلم را به دوستش دادم. گفتم که برای امر خیر شماره میدم و قصد مزاحمت ندارم و اگر موافق بودید با من تماس بگیرند. 1 سال از طریق تلگرام با هم در ارتباط بودیم که پس از 1 سال ادعا کرد که قرار است ازدواج کند و ازدواجش اجباری است و دیگر نمیتوانیم با هم باشیم. به همین خاطر ارتباط ما قطع شد و پس از آن فقط عکسهایش را میدیدم و چون عشق اولم بود دیگر نمیتوانستم با کسی ازدواج کنم یا حتی دوست شوم. 2 سال از هم بیخبر بودیم تا اینکه خرداد ماه سال 98 دوباره به من پیام داد. وقتی ارتباط ما دوباره شروع شد به من گفت میخواهد دروغهایش را فاش کند. او به من گفت متأهل است و بچه دارد و پدرش نیز کارخانه دار نیست و وضع مالی خوبی ندارند. در آخر ادعا کرد که میخواهد از همسرش جدا شود. یک بار به من گفت اگر شوهرم نبود چقدر خوب میشد که صحبتش را قطع کردم. اما چند روز بعد دوباره سر حرف را باز کرد و قرار بود خودش او را به قتل برساند. قرار بود داخل غذای شوهرش سم بریزد و حتی برای اینکه لو نرود بعد از ریختن قرص داخل غذا چند روزی به خانه خواهرش برود و با صحنه‌سازی خودش را بیگناه معرفی کند. در نقشه‌هایی که داشت نتوانسته بود موفق شود. بعد به من گفت که 1 چاقو بخرم و حتی آدرس مغازه را هم به من داد و خواست وقتی شوهرش می‌خواهد به سر کار برود او را در داخل پارکینگ خانه با چاقو بزنم و بعد به خانه‌شان بروم و بعد از چند ساعت از آنجا خارج شوم که کسی به من شک نکند. اما وقتی به آنجا رفتم نتوانستم نقشه‌ام را عملی کنم. وقتی موفق نشدم به ترمینال رفتم که به شهرمان بازگردم، اما متاسفانه ماشین برای مشهد نبود. فرزانه دوباره ازم خواست تا به پشت بام خانهشان بروم و در آنجا بخوابم. او بارها به من گفته بود که اگر این کار نکنم باید دیگر بی خیالش شوم. صبح پیام داد و دوباره تحریکم کرد. سپس در خانه را باز کرد و من داخل خانه شدم. فرزانه داخل اتاق خواب بود و از لای در مرا میدید و شوهرش در سالن پذیرایی خوابیده بود. نمیتوانستم نقشه را اجرا کنم که به فرزانه نگاه کردم که با دست اشاره کرد که اگر نکشم دیگر باید قید او را بزنم.
نفهمیدم چه شد. یک نگاه به فرزانه می کردم و یک نگاه به شوهرش. در یک لحظه دو ضربه به گردن شوهرش زدم و به سرعت از خانه خارج شدم. به ترمینال رفتم و چاقویم را در آنجا شستم و سپس سوار اتوبوس شدم و به مشهد رفتم. به خانواده هم گفتم دست به چه کاری زدم، اما آنها باور نمی کردن. پدرم از من خواست راستش را بگویم که باز هم به آنها گفتم و بعد از 8 روز در خانه دستگیر شدم. چون فرزانه را دوست داشتم و عاشقش بودم دست به این کار زدم. فرزانه از دوست داشتن من سوء استفاده کرد. از بین بردن یک نفر برای به دست آوردن اصلا ارزشی ندارد. این دو متهم برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ویژه قتل در اختیار ماموران اداره پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد. 22 سلام. سابقه داری؟ نه. الان به چه جرمی دستگیر شدی؟ قتل. خانم فرزانه چند سالته؟ 27. ازدواج کردی؟ بله. بچه هم داری؟ بله. الان به چه جرمی دستگیر شدی؟ گفتن معاونت در قتل. قتل چه کسی؟ همسر. من تا اول دبیرستان بودم. چرا به مدرسه نرفتی؟ علاقه به کار موبایل داشتم، نرم افزار و سخت افزار تعمیرات موبایل. بعد از سال اول دبیرستان یه درسم رو گذاشتم کنار، اومدم رفتم تو بازار موبایل. شغلت هم کار موبایل هم؟ نه، کار موبایل تقریبا 4 سالی هست گذاشتم کنار. شغلم تولیدی کفشه. چی کسی رو داشتی؟ شوهر کسی که قرار بود باش ازدواج کنم. با این خانم فرزانه چطور آشنا شدی؟ 4 سال پیش برای دوره آموزش نرم افزار رفته بودم سبزوار. 4 سال 5 سال پیش بودم. بعد ایشون رو دیدم، با یکی از دوستانشون بودن. بعد من از ایشون خوشم اومد، شمارم رو رفتم به همین دوستشون، گفتم که برای همه خیلی میتونم مزاحم شما اینا. بعد شمارم رو گرفتم، گفتم اگه خودشون موافق بودن با اتون تماس میدین یا به اتون پیام میدن. با نیما صحبت کردیم، آشنا شدیم با هم بعد همون این شب نهی صحبت هایی که حالا رد و برش رو بین شما و همون خانم و نیما بهش نگفت میکردی؟ اول نه، یک سالم کمتر، شاید 9 ماه 10 ماه توی تلگرام فقط با هم در ارتباط بودیم. بعد میگم من تو روستا به زور میخوام شوهرم بده، من نمیتونم مخالفت کنم، نه نمیتونیم با هم باشیم و خدافظ. فهمیدم که باردارن با شاد کردن کلان یک سال کلان نه شوهرشو داشتن نهی. بعد رابطه شما قطع کرد تا 2 سال. بعد تا پارسال تقریبا برج 3 بود 2 یا 3 به هم پیام دادن که سلام چطوری خوب هستی و فلان این حرفا. حالا این مثلا به خاطر این من انکار رو کردی و من راست بهش میگم خاص وای نیسته نه خاص میره به زندگیشه. بعد گفتم من بمیتونم بچه دارم من شاید تا چی کار کنم؟ گفت به خاطر ساده بودی با هم میگرشی از این حرفا خواهد میمونم. بعد ایشون پیام دارن که میخوام یه سری چیزا رو بهت بگم، یعنی راست همه موضوع. من گفتم راست به همه چیز میخوام دروغ چیزی گفتیم؟ گفت آره. بعد گفت من بابام مثلا کارخونه دار نیست، خودم مجرد نیستم، متأهلم. من ازشون میپرسیدم یکی یکی، ایشون جواب میده آره یعنی بچه دارن، وضع مالیشون خوب نیست، اون چیزی که دو گفته بود راسته و اینا همه دروغ بود، خونه دارم، ماشین دارم، این بر همش دروغ. بعد ولی به من گفتن که دارن جدا میشن. چی شد به شکل قصد افتادی؟ من که بود همش مثلا بوم برگاه داریم کردم با این بار نوز کشه یه حرف رو بودن میکشه مثلا من رو زده بوم برگاه داریم میکنه با این هم بدرفتار میشدم دیگه. رفتن جواب بوم گفتن چی میگی؟ چی میخوای؟ از این من یخم گفت خب چی شده؟ گفتم خب من دیگه چند تا دل دارم، اون عزیز هم من عزیز میکنه تو ازم یه وقت از سر رو برش میدارم آخر برای اون وقتی طلاق میگیری میکشندش این حرفا دیگه. اینا یه باش تلفن براتون اگه مثلا این نبود چرا بهتر بوده اینا. بعد دوباره صحبتش من مثلا ادامه ندادم راجع بهش حرف بزنم. گذشت تا بولوش بعد چند روز دوباره سر حرفو باز کرد. بعد گفتش که اگه یه چیزی مثلا بریزین تو قضاشونه شاید خوب میشد. و مثلا مشکلش با همسرش چی بود؟ میگفت خیلی اذیتم میکنه. خب میشه یه ذره این اختلافات شما بگین چی بوده؟ مثلا خیانت میکنه، میکشه، معتاد، شیشه میزنه از این حرفا. یا همسرش بهش خیانت میکرد؟ آره گفته بود خیلی هم بهش خیانت کرده بود. شما با این اختلافاتی که داشتی چرا از همسر جدا نشدی؟ چرا چند بارم اقدام کردم که برش خدا بیامرز زنده بود همش.
پیشنهاد خاص رو بدیم تو. آره. پذیرفتی. آره. پیشنهاد قطعی که داده بود قرار بود خودش انجام بده، قرار نبود من اول انجام بدم اصلا. یعنی بهم گفته بود مثلا یه قرص چیزی بیا بریزیم تو غذاش بخوره مثلا بمیره. سوال دارم، این بحث قتل رو برای این حضب شوهرت برای رسیدن به هم شما مطرح کردید یا نیما؟ خب بالاخره من که واقعا نگفتم برو بکشش، که مثلا دفت قصه را برش نگفتم خب برش دار اینجوری بود، ولی نگفتم با ما اصلا باورم نمیشد این همچین کاری بکن. من این قرار بود خودش انجام داد، قرار نبود من انجام بدم. و قرار بود بعد از اینکه این کار انجام داد این کار بود مثلا چیزی ریخت تو غذاش بلندش مثلا چند روز بره خونه آبجیش و در نبوده خودش که مثلا این غذا رو میخوره این اتفاق براش بیفته و اون مثلا از هیچی خبردار نباشه. بعد این دفعه براش بهم گفتش که مثلا با یه چاقو بزنش تو پارکینگ موقعی مثلا میخواد از خونه بره بیرون و اینا، بعد مثلا بیا بالا تو پارکینگ بزنش موقعی میخواد سر کار مثلا به من خبر بده، بعد بیا بالا تو خونه، بعد مثلا چند ساعت برو کسی بهت شک نکن. بعد من گفت برو از فلانجا چاقو بخر، خودش آدرس بهم داد، گفت برو از فلانجا چاقو بخر. بعد حتی بهش گفتم من چه چاقو خونه خودت؟ گفت نمیخوام کسی به من شک بکنه مثلا اینا. بعد دیگه من شبش هم بعد چاقو که خریده بودم رفتم به حساب توی پارکینگ خونهشون که اون شوهرش میخواست بره سر کار، اومد پایین ولی بازم من نتونستم کار انجام بدم. و من برگشتم سوار ماشینشم برگردم سر افسری، اتوبوس نبود، رفتم ترمینال جنوب اتوبوس نبود و دوباره گفتم که حساب وسیله نیست و گفت بیا توی پشت بوم ما بخواب. این قرار بود فرداش که جمعه اون روز بود برگرد. جمعه اون روز دیگه صبح شده بود و بهم پیام داد که باید بیل منو بزنی، چون قبلا هم بهم گفته بود و روز قبلش هم که من باشه ملاقات داشتم بهم گفته بود که اگه این کارو نکنی کلا باید قید همو بزنی. صبح بلند شدی؟ آره. و شب قبلا هم گفته بود که اگر این کارو نکنیم دیگه منو دست نمیدی. آره. اون روز چه اتفاقی افتاد؟ اون روز صبح چی پیام دادم که سلام صبح تو بخیر این حرفا، اومدم پایین در باز کرد دوباره رفتم بالا سرش، بعد خودش اندهی در اتاق داشت من نگاه میکرد، بعد من بهش مثلا با دستش رو میگنم حالا برد، بعد یه بار اینجوری کرد با دست اشاره کرد به بالا، یعنی مثلا نمیتونی یا هرچی، بعد بعدش به من اینجوری گشت که با دست اشاره بزن، یعنی اگه بعد به خودش اشاره وگرنه که مثلا غیر من رو باید بزن، یعنی من دیگه در کار نیستم. بعد روز قبلش هم هفته قبلش هم دو روز قبلش هم به هم نهی گوش زد میکرد راجع به این موضوع میگو، یعنی اگه این دفعه نشه دیگه باید بزنی غیر من رو بری باور دیگه. من بعد اون دفعه بار دوم هم حالاش همون 3-4 دقیقه بودم بالا سرش وایساده بودم، بعد همش نگاه به اون میکردم، نگاه به این میکردم، نگاه به اون قدم، نگاه به این میکردم تا آخر دو ضربه زدم به گردم. من گفته درش دستش در آورد و تو گفته بکشش بکشش، همچین چیزی هم نبود دروغ. این پیر بشید که من نفع صدای فریادش شنیدم سنگ بگم رفته. بعد چند مثلا بگم چند دقیقه صدای آخرش شنیدم، یه خانم یه در که باز کردن دیدن کسی نیست فقط نشسته، نمیدونستم واقعا میخواد بکشه. گفتم مثل دفعه قبل خوب میاد و میره. از خونه اومدم بیرون، ماشین گرفتم اومدم پایانه به امنا جنوب، بعد بلند شدم سوار اتوبوس شدم اومدم مشهد. بابا اومد گفتش که اگه واقعا کاری کردی راست شو بگو که مثلا بتون کمک کنی، دروغ نگی مثلا که بعد مثلا توی مثلا موقعی که گرفتنت باز بخوای راست شو بگی بسرشون. گفتم نه، روز اولم که اومدم بهتون راست شو گفتم و الان هم قضیه اینطوریه دیگه. چی؟ بعد حلوش چند روزی، حلوش 8-9 روز اومدن دستگیرم کردن. بعد روز چهارم من خبرم که بفهم من خوکره به زنه گفتم دارم از من خیلی بازجویی میکنن، اگه خدا نکرده این فوت کنه منو میبرم بازجویش کن، یه برو خودت رو معرفی کن. تو این مدت فکر میکردی که یعنی نقشتون فاش بشه باشه این چند سایی چی یا نه؟ آره، چون دو روز بعدش یعنی روز جمعه که من این کاری کردم، بعد روز شنبه و یک شنبه داخل بیمارستان بود دیگه ایشون، روز یک شنبه با گوشی شوهرش به من زنگ زد گفتش که برو خودتو معرفی کن. از اینفکتان دادی؟ بله، زیاد. نه خواب دارم نه خوراک دارم، تو خواب منش کابوس میبینم، صحنه جلوی چشم بیداری همینطور. از اینفکتان دادی؟ شنبه داشته بکنید؟ بایدی؟ نمیدونم. خیلی تمامش نکرده بابا.
صد بار تمومش کردم. تهدیدم میکرد، گفت اگه این کار نکنی عکستو میذارم اینستا، عکستو میذارم نمیدونم توی تو واتساپ فضای مجازی. من چون دوستش داشتم همچین کار رو انجام دادم و اون از دوست داشتم اشتری که من بهش داشتم سوء استفاده کرد. میدونم عزیزشون از بین رفته، ولی میخوام یه خورده واقع بینانه به این موضوع نگاه کنم که من باعث 100%ش نبودم، من گول خوردم. خیلی میخواستم این کار رو انجام بدم به گفته هایی که به حساب فرزانه به هم میگفت، ولی هیچ موقع نتونستم این کار رو انجام بدم و اون روز نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی هرچی که شد میخوام بگم اگه بشه ازم بگذرم. اگر این ماجرای حالا کشتن همسرت باش نمیشد، یعنی شما تصدیل نمیشد، حاضر بودیم با هم زندگی کنیم؟ من حتی از اول به اینو هم گفتم نه، حتی اگر از اینجا داشتم به تو با هم بود اینا، اگه قول بده به من خدا رو باشه و خیانت نکنه تغییر شرایطی و موضوعی که توی زندگی قبلیش پیش اومد و انجام دادم دوباره تکرار نکنه. آره ممنون از شما دوستان عزیز که تا پایان این داستان تلخ با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو در زیر همین ویدیو با هم به اشتراک بذارید. تا روایت پرونده جنایی دیگر، خدا نگهدار.